میلیاردها آدم هستن تو دنیا که اثر انگشتشون با هم دیگه متفاوته. این اتفاقی نیست، این منحصر به فرده. شما منحصر به فردید، شما نمیتونید بدتری داشته باشید، نمیتونید احساس حقارت کنید. بچه ها دیشب ما اینجا برنامه داشتیم، ممنون از این استقبال زیباتون، خیلی خوشحال شدم دخترای کوچولو از راه دور اومده بودن منو ببینن، بازم تشکر میکنم. امروز میخوام براتون قلیه میگو رو آموزش بدم، تا انتهای فیلم با من ورق بزنید، کل فیلم رو کامل نشونتون میدم. بچه قلیه میگو تیارا خوشمزه است، البته شما تعریف دارید، بعضی خانوما بهتر از من درست میکنن. من اینو یه کوچولو ازش برداشتم، حجمشو کمتر نشون بدم که شما بتونید آموزش بدید. من 2 کیلو میگو رو با 1 کیلو سبزی سرخ کرده، سبزی قلیه میگو بیشترش گشنیز، جعفری کمتره، یه کوچولو من شنبلیله میذارم، بعد یکم گشنیز خرد کرده جدا میذارم، اینو از دیروز سرخ میکنم، ولی روزی که میخوام قلیه درست کنم اینو خامو میریزم توش، عطر گشنیز بمونه، گشنیز عطرش خیلی خوبه. من 1 کیلو پیاز و خرد کرده رو سرخ میکنیم، 0.5 کیلو میشه، با روغن گذاشتم. ببینید 300 گرم سیر چرخ کرده، 2 قاشق و نصفی رب گوجه، 2 تا تمر هند آب کردم، میریم سر گاز اینو درستش کنم. بچه من پیاز سرخ کرده از میخوام طولانی نشه فیلم ما، سیر رو میزنم بهش، میزنم خوب سیر تفت بخوره، بوی خامیش بره. پیاز و سیر رو من تفت دادم. بچه 2 قاشق زردچوبه، 2 قاشق ادویه کاری مرغ و ماهی من میزنم دیگه، قاشق نمیزنم، یعنی 4 قاشق الان میخوام درست کنم، میزنم ادویه خوب تفت بخوره. این سبزی خام رو من بهش میزنم، این عطرش گشنیز عطر رو قلیه رو خیلی خوش طعم میکنه. حالا اونایی که تو خونه دارن درست میکنن میتونن همه سبزیشو یه جا، من عجله دارم سبزیشو یه روز جلوتر سرخ کردم، میتونم خوب تفت بکنم. خب من 2 قاشق و نصفی کمتر رو به گوجه سرخ کرده که از قبل آموزششون دادم با شکر تفتش میدم، خوب تفت میدم توی این سیر و پیاز و سبزی. اونایی که رستوران دارن میخوان درست کنن، این حجمی که من گفتم 2 برابرش کنن، 3 برابرش کنن. اونایی هم که میخوان تو خونه درست کنن میتونن این حجمی که من گفتم باز کمش کنن، انشالله که بتونید استفاده کنید، راضی هم باشید. شما البته خودتون کدبانوید عزیزم. اضافه کردن رب، من سبزی سرخ کرده رو میریزم، سرخ کرده رو میریزم که این دیگه سرخ کرده است، نیازی به تفت دادن نداره، فقط میام تمر هندی که 2 تا تمر هند آب کردم میریزم سر این دیگه، نمیخوای تفتش بدی، این خودش قاطی میشه با کل من. خب میذارم این بجوشه، یه لیوان دیگه آب میریزم سر این. عزیزم برام آب بیار. بچه ها ببخشید من بهتون گفتم یه لیوان، یه دونه کاسه پر آب میریزم از همون کاسه که تمر هندش بود میذارم بجوشه، میریم میگوها رو آماده میکنیم. خب بچه من مقداری روغن ریختم، 2 قاشق زردچوبه، فقط فلفل، اینو میخوام من میگوها رو یه تفت بدم. بعضی ها میگوها رو میجوشنم، ولی وقتی بجوشنی اگر میگوش پرورشی باشه سفت میشه، اصلا چیزی که دلت میخواه به دست نمیاد. میگوها رو من جدا تفت میدم با این ادویه، بعد میریزم سر اون سوتی که درست کردم، بعد میریزم سر اون سوتی که درست کردم. این میگو ها فلفل و زردچوبه و با خوردشون برم، حدودا 20 دقیقه من این میگو ها رو تفت میدم. خب بچه ها در میگو ها رو باید بذاریم میگو ها آب بکنن، آبشون که تموم شد خوب تفتشون دادیم، میریزیمشون داخل اون سوتی که. خب بچه ها من میگو ها آماده شدن، یه مزه رویایی گرفتم، اون فلفله با ادویه رفته تو مغز میگو، خوب من تفتش دادم، الان دارم میریزم تو قلیه. این قلیه فوق‌العاده است، میتونی یه جا بریزیش خانم آخرش، همه شو بریز که بچه ها ببینن. خب این قلیه ماهی، هفت قلیه ماهی، هفت نداره. من حدودن
سه ربع ساعت میذارم این قلیه با خود سسش جا بیفته. ایشالا که بپسندید، مشتری قلیه میگو ما بشید. بازم تشکر میکنم همین که منو همراهی میکنین، هم که میاید اینجا منو میبینید. اون فلفلی که من ریختم تو میگو، اون باعث میشه طعم میگو خوشمزه بشه. فقط نمک این مونده که من یه مقدار، چون که طعم رهن نمک داره، نمک دیر میریزم توی آخر کار من نمک بهش میزنم. اونایی که جنوبی هم فلفل بیشتر میخورن میتونن فلفل غذاشون رو بیشتر کنن. آره نه دیگه فلفلش مونده. خسته نباشید عزیزای خوب.